با دو خبر از سایر کشورهای جهان اخبار این ساعت را به پایان می‌بریم. خبرگزاری رویتر به نقل از یک نماینده رئیس جمهور موقت اوکراین خبر داد که 10 هلیکوپتر روسی نیروی نظامی در شبه جزیره کریمه پیاده کردند. همزمان افراد مسلح روسی دو فرودگاه را در این منطقه تصرف کردند. یک مأمور روسی به خبرنگار رویتر در کریمه گفت: ما از اعضای نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه هستیم. مأموریت ما جلوگیری از اعتراض‌هایی است که موجب خلع یاناکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین شد. از طرف دیگر رئیس جمهور موقت اوکراین روسیه را به تهاجم نظامی به کریمه متهم کرد و گفت روسیه نقشه‌ای شبیه آنچه در گرجستان انجام داد برای اوکراین در سر می‌پروراند. وی از پوتین خواست نیروهای نظامی خود را از این شبه جزیره خارج کند. اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز نسبت به تحرکات روسیه در اوکراین هشدار داد و گفت هر گونه نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین باعث بی‌ثباتی خواهد شد. نخست وزیر فرانسه و شمار دیگری از رهبران اروپایی نیز در مورد محترم شمردن تمامیت ارضی اوکراین به روسیه هشدار دادند. شورای امنیت نیز به منظور بررسی این موضوع تشکیل جلسه داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات سوئیس اعلام کردند تحقیقات جنایی علیه پولشویی رئیس جمهور سرنگون شده اوکراین و پسر میلیاردر وی در را شروع کردند. دولت سوئیس همچنین اعلام کرد سرمایه های 20 تن از مقامات اوکراین از جمله یانوکوویچ و پسر او الکساندر و تعدادی از وزرای پیشین دولت وی را مسدود کرده است.